گنجینه در دل کویر. کویر لوط در استان خراسان جنوبی معدن قلعه زری را در خودش جای داده، معدنی با ذخایر طلا، نقره و مس. چند سالیه که با توسعه این معدن محصولات رنگارنگ آن با کیفیت بهتر روانه بازار میشه. سفری هر روزه به اعماق زمین. هدف کارگر بقای معدن، آبروی استانمونه. تکاپو برای استخراج گنجی گرانبها. جزء موفق ترین معادن کشور هست. اکثر کانی‌های فلزی رو توی سنگ الان ما داریم. معدنی در زیر دشت‌های لمیزرع کویر لوط. هادی معدنه. نه کشاورزیه، نه دامداریه. معدنی که قبل از انقلاب چشم بادامی‌ها محصول سودآورش را به ژاپن می‌بردند و حالا سال‌هاست متخصصان کشورمون با کمک کارگران سخت‌کوش سالیانه بیش از 1600 تن مس، 100 کیلو طلا و 4 تن نقره از آن استخراج می‌کنند. حفر 34 کیلومتر تونل، 11 چاه عمیق استخراج با 300 متر عمق توسط فرزندان همین آب و خاک، مغزگیری در دل زمین، یکی از مراحل پیشرفته اکتشافی دستگاهی است که تا عمق 600 متر قادر هست سنگو بالا بیاره و بیرون کشیدن روزانه 450 تن سنگ باعث شده است که قلعه زری به عنوان یک کیس مطالعاتی در تمامی تقریبا دانشگاه ها چه حتی داخلی چه خارجی مطرحه. استخراج تنها بخشی از فعالیت قلعه زری است. با بالا آمدن سنگ ها بیا بالا بیا بالا، بخش مهمی از کار تازه آغاز می شود. سنگی که استخراج شده هدایت میشه داخل این واگن. واگن هم میریزه تو بونکر اصلی برای بارگیری به کارخونه تبریز. ما از 450 تونی که روزانه میدیم تو کارخونه 30 تن این محصوله. همین 30 تن کافی است تا برای 450 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شود و صدای چرخ صنعت سکوت حاکم بر این منطقه کویری را بشکند. مهندسان جوان معدن بخشی از عملیات فراوری یعنی جداسازی فلزات را نیز انجام می‌دهند. حالا نوبت به آن رسیده است تا قلعه زری محصول خود را تقدیم به چرخه تولید کشور کند. خب این کنسانتره یا محصول نهایی کارخانه مس معدن قلعه زری است که برای ذوب به کارخانه مس سرچشمه کرمان منتقل می‌شود.